آوازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. طرح فضای واشنگتن برای آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان. اعتراض های مردمی در پیوند به حملات توپخانه ارتش پاکستان بر ولایت کنر. و نشست اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران در سوریه. به نام خداوند یکتا و مهربان، با از سلام امروز شنبه دهم سرطان سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 30 ماه جون سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. واشنگتن طرح تازه‌ای را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان روی دست گرفته است. بر بنیاد این طرح، شماره از زندانیان طالب از بازداشتگاه گوانتانامو به افغانستان منتقل خواهند شد. مقام‌های حکومت افغانستان و آمریکا در این طرح پیشنهاد کردند که زندانیان گوانتانامو به زندان بگرام انتقال داده شوند. هرچند هنوز این طرح از سوی آمریکا تصویب نشده است، اما کابل این اقدام را برای تسریع روند گفتگوهای صلح مؤثر می‌داند. انتقال زندانیان طالب از بازداشتگاه گوانتانامو موضوعی است که از مدت‌ها بدین سو حکومت افغانستان بر آن تاکید دارد. به تازگی رسانه‌های خارجی از طرح تازه آمریکا خبر داده و نوشتند که اداره باراک اوباما در نظر دارد شماری از زندانیان طالب را از زندان گوانتانامو به زندان‌های افغانستان انتقال دهد. هرچند تاکنون این طرح از سوی آمریکا تصویب نشده، اما وزیر دفاع آمریکا دستور انتقال این زندانیان را صادر خواهد کرد. تصمیم مشخصی تا اکنون در مورد انتقال زندانیان گرفته نشده است. از یک مسئله که من شما را اطمینان می‌دهم این است که انتقال هر زندانی که من آن را باید منظور کنم بر اساس قانون صورت خواهد گرفت و اطمینان از تبدیل نشدن آنان به عدم برگشت دوبارهشان به جنگ حاصل خواهد شد. حکومت و شورای عالی صلح افغانستان با استقبال از روند انتقال زندانیان طالب به بازداشتگاه بگرام می‌گویند این اقدام سبب تسریع روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح خواهد شد. دولت افغانستان هر گامی که بتانه روند صلح تسهیل ببخشه خواهد پیمود. اگر که آمدن زندانیان طالبان به افغانستان بتانه بخشی از بدنه طالبان را متقاعد بسازه که با استحکام و با از مراسخ بیشتری در میز مذاکره بشینن، طبیعی است که ما از او استقبال میکنیم. رهایی شخصیت ها، البته یکی دوتایشان که بعض سوال ها مردم ما در موردشان دارن، به هر حال در یک چوکات تدابیر احتیاطی لازم فکر میکنم به نفع پروسه صلح تمام شود. بر بنیاد این پیشنهاد، جنگجویان و یا وابستگانشان که در روزهای نخست حمله آمریکا بر افغانستان و پس از آن به گوانتانامو انتقال داده شدند، رها نمی‌شوند، بلکه تنها از کنترل نیروهای آمریکایی خارج خواهند شد. مقام‌های افغان و آمریکایی گفتند تاکنون مشخص نیست که در این طرح تازه 5 فرمانده ارشد طالبان که در بازداشتگاه گوانتانامو به سر می‌برند شاملند یا خیر، اما این مسئله تاکنون رد هم نشده است. شدت یافتن حملات توپخانه پاکستان بر ولایت کنر پای ده‌ها تن از باشنده‌های ولسوالی‌های دانگام و اسمار را به تظاهرات کشاند. مردم این دو ولسوالی در راهپیمایی‌شان حملات توپخانه پاکستان بر مناطقشان را نکوهش کردند. آنان همچنان از نیروهای افغان و ناتو تقاضا کردند که برای متوقف کردن این حملات مداخله کنند. معترضان از دولت افغانستان به خاطر خاموشی اختیار کردن این پیوند به این حملات سخت انتقاد کردند. برگردان گزارش همایون حبیبی که از کنر فرستاده است. اینها ساکنان ولسوالی های دانگام و اسمار کنر در نزدیکی سرحد با پاکستان اند. حملات توپخانه پاکستان باعث شده که این مردها با زنان و اولادهایشان روستاهایشان را ترک کنند تا زنده بمانند. این مردم از بارا اندازی راهپیمایی به گونه مسالمت آمیز از دولت و نیروهای ناتو می خواهند که مانع حملات توپخانه پاکستان بر روستاهایشان شوند. حتی آنان هشدار می دهند که با سر رفتن صبر و حوصله مردم قیام بر نخیزد. الله یوره من باندې تاسو ګولې روانې دي چې پینځه نه روانه ده، ارش پاو ار اورس زمونږ بوختنه وشي، ګولې باندې شي،
کله چې زما کاروان را پاتې ماشومان را پاتې زنانه را پاتې زمونږ سره په ټول حکومت کې سالو خپل کوی کڅو راغلی په دې کې موږ سره یو سسالی کومک کړی دی خلک نو ری کنده کړی. ادامه حملات توپخانه پاکستان بر بخش های مرزی کنر نزدیک به 500 خانواده را فراری کرده است که آنان با کمک های اولیه نیاز دارند، هرچند که حکومت افغانستان بار در گذشته هشدار داد که در صورت ادامه این حملات از سازمان ملل تقاضای کمک خواهد کرد، اما تا کنون نشانه از جدیت حکومت در پیوند به این هشدار دیدن نشده است. پاکستان از 3 ماه به این سو حملات راکتیش را متوقف کرده است. از سوی دیگر، وزارت عودت مهاجرین اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت محلی خیبر پشتونخوای پاکستان را رد می کند. مسئولان در این وزارت می گویند تعیین ضرب الاجل یک ماه از سوی دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان نبوده است، بلکه برای سرشماری مهاجران فاقد مدرک قانونی در این ایالت می باشد. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان می گوید وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با سفیر افغانستان در اسلام آباد بر خروج تدریجی مهاجران افغان تاکید کرده است. شرح بیشتر در گزارش از شفیق الله سالنگی. با آنکه فرصت تعیین شده یک ماه از سوی حکومت ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان درباره اخراج مهاجران افغان تکمیل شده است، سخنگوی وزارت عودت مهاجرین میگوید تعیین فرصت یک ماه از سوی حکومت ایالتی خیبر پشتونخوای پاکستان برای خروج مهاجران افغان نبوده است. در حال حاضر هم چنین توقعی میره که تا زمانی که وضعیت در داخل افغانستان بهتر نمیشه اونا میزبانی خوب از این اتباع افغانستان داشته باشن و ما هیچگاهی توقع اخراج اجباری از سوی این دو کشور را نداریم. وزارت امور خارجه همچنان میگوید وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با سفیر افغانستان در اسلام آباد بر خروج تدریجی مهاجران افغان از این کشور تاکید کرده است. ملاقات با جرد ماب هنا ربانی که هر وزیر امور خارجه پاکستان داشتن ضمن بحث روی سایر مسائل فیبرویبون و این کشور دو کشور در خصوص مسئله مهاجرین صحبت کردن تا همی شرط عزتمند بودن، داوطلبانه بودن و تدریجی بودن بازگشت مهاجرین افغانستان، مهاجرین افغان به کشورشان مد نظر گرفته باشه که متقابلا جانب پاکستان هم مسئله رسیدگی به این قضیه را مطرح ساختن. از سوی هم کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از حکومت افغانستان و کشورهای همسایه‌اش می‌خواهد تا راهکار مشخصی را برای حضور قانونمند این مهاجران ایجاد کند. بحث در این قسمت بیشتر موضوعی است که مربوط به هر دو کشور میشه و ما امید ما این است که یک راه حل قانونی خوب و بن سود افغان ها و دولت ها جستجو شده نسبت به اینکه اخراج اجباری صورت بگیره. این اظهارات در حال ابراز میگردد که وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوای پاکستان گفته است کشورش دیگر تحمل حضور مهاجران افغان را ندارد که بدون مدرک قانونی در این ایالت به سر میبرند.